و حال آقای وایس ناصری آگاه امور سیاسی از آلمان با ما هستند تا در مورد پایان گفتگوهای هیئت بلندپایه افغانستان و طالبان بحث و گفتگو داشته باشیم. نمایندگان دولت و طالبان 4 نشست پشت درهای بسته برگزار کردند. آقای ناصری سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به مجموعه خبری پایک‌روز. عرض سلام ادب دارم بانو منصور گرامی، جوان سپاس امتنان از محبت و دعوت شما، سلام به همکاران تخنیکی شما و سلام به بیننده های بسیار خوب شما در سرتاسر جهان. تشکر، سلامت بمانید. آقای ناصری میخوام در نخواست بپرسم که نظر شما در مورد برگزاری این نشست در دوحه چه بوده؟ میان هیئت های بلندپایه افغانستان و طالبان چقدر تانسته که سودمند واقع شود؟ متاسفانه این نشست ها، این رفت آمد ها و این مجلس آرایی ها ابتکار خود افغان ها نیست. اینا یک بازی است که با افغانستان، با سرنوشت ما، با جنگ ما، با صلح ما، با تمام طرف های جنگ صورت میگیره. اینا بیچاره خبر هم نداشتن که این مجلس دایر میشه. قطری ها و همکاری امریکا و پاکستان خواستن تا با پیروزی های نظامی که طالب ها به دست آوردن، با دست بالایی که طالب ها در جنگ به دست آوردن، سرحدات افغانستان، بنادر افغانستان به حساب اشغال کردن، افغانستان مردمش، دولت در معاصری اقتصادی قرار دادن و از نظر جنگ بیشترین اراضی افغانستان که 130 ولسوالی شد، اینا نقاط استراتژیک اشغال کردن با دست بالایی که طالب ها داشتن، با غرور و تکبر. اینا هیئت دولت افغانستان یا سیاسیون افغانستان هم خواستن به قطر ببرن و بگوین که طالب ها خواهان مذاکره هست و مفاهمه هست، در حالی که از ابتدا معلوم است که طالب در میز مذاکره هیچ چیزی برای گفتن و برای ارائه کردن و برای صلح نداره، به خاطر اینکه طالب برای مشارکت سیاسی، برای اشتراک در قدرت یا به حساب تشکیل یک حکومت مشترک با همه جناها که در او حق همه به حساب مساویانه تقسیم باشه و خواست مردم افغانستان که در پای صندوق های رای بتن برای نظام و حکومت و شکل حاکمیت آینده افغانستان، طالب به همچون چیزهای اعتقاد نداره، هیچ نوع برنامه نداره، هیچ نوع ظرفیتی برای حکومت داری نداره. طالب میخواد یک حکومت به شکل خودش، نظام اسلامی یا حکومت امارت اسلامی را بیاره که در هیچ گروه سیاسی حق به حساب ابراز رای و وجود نداشته باشه و همگی بیعت کنن. فقط حرف طالب بیعت است به امیر و امارتش و به حساب خواسته که اونا دارن. بنان اونا در میز مذاکره در طول 10 ماه گذشته هم چیزی نداشتن. امروز همین 2 روزه که مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد، اینا اصلا طالب ها اعتقاد برای مذاکره نداشتن، ولی به خاطر مصروف نگاه داشتن طرف های افغانی و مخصوصا جامعه جهانی، قطری ها، پاکستانی ها و خصوصا آقای خلیلزاد بازی میکنه با اینا. ولی روایت طالب ها، روایت رهبریت طالب پیروزی در جنگ است و اینا میخواین با غلبه نظامی حکومت از ساقط بسازن و مهمارت خود بیارن. بنان از ابتدا یعنی آشکار بود که این کنفرانس و این نشست هیچ استاورد نخواهد داشت، حتی برای 3 روز یا 5 روز آتش بس هم صورت نگرفت. اعلامی هم که صادر شد، بانو منصوری شما توجه کنین، بدون کلمه بسم الله الرحمن الرحیم و یک مقدمه و یک متن محتوای خوب با سویه، یک چیز مقدمه بسیار کوتاه نوشته شده و یک گفته شده که ادامه مذاکرات است و این متن هم متن افغان ها نیست، به دست افغان ها نوشته نشده، نه طالب های رو نوشته کردن، نه دولت جمهوری اسلامی افغانستانی رو نوشته کرده، کسی از متن انگلیسی را ترجمه به فارسی بسیار ضعیف کرده و گفته شده که ادامه مذاکرات است و به تاسیسات عامل منفعه حمله نمی کنیم، از خاطر کووید 19 یا از خاطر کرونا به مردم افغانستان رحم می کنیم. حرفای بی ربطی است که هیچ به صلح، به گفتمان، برای مشارکت سیاسی و ساختن یک نظام ارتباط نداره. متاسفانه یک بازی بود و همچنان متاسفانه هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که باید هیئت قوی می بود، هیئت باصلاحیتی می بود، لست کلانای افغانستان در او نام ذکر شده بود، در دقیقه 90 هیئت تغییر کرد و یک هیئت ضعیف رفت، باصلاحیت نبود. آقای دکتر عبدالله جرأت از این نداشت که سر شکل نظام و قانون اساسی و مشارکت طالب ها تصمیم بگیره. بنان هر دو طرف اعتقاد برای از این جلسه نداشتن، یک نمایش بود گذشت و اصلا طالب ها هیچ نوع اعتقاد برای مذاکرات سیاسی ندارند.
بله آقای ناصری، چنانچه بله در نشست های گذشته هم دیدیم چندین بار این دور مذاکرات نشست ها برگزار شده اما نتیجه نداشته، چرا هر دو طرف تاکید بر این دارن که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و یا هم اگر طالبان نمیخواهند که از راه مذاکره و یا هم گفتگو به هدفشان برسن یا به راه حل برسن در افغانستان، چرا میخواهند این مذاکرات را ادامه بدن؟ چرا هر دو طرف راهشان را روشن نمیکنن؟ حالا طالبان اگر بخواهن از راه نظامی یا از راه زور یا جنگ یا همین گونه حالاتی که ادامه داره بخواهن به هدفشان برسن و یا خواست اصلیشان برسن، چرا بیان نمیکنن و همینطور طرف حکومت افغانستان چرا نمیخوان روشن بسازن که دیگر مذاکرات نتیجه نمیده و رایشان رو بر مردم افغانستان روشن بسازن که چه کاری باید انجام بدن تا از این وضعیت نجات پیدا بکنیم یا بالاخره راه حل برازی پیدا شوه؟ میبینین اکثر عمل جامعه جهانی را امروز در اعلامیه هیئت‌های دیپلماتیکی که در کابل است، سفارتخانه هایی که از اینا محکوم کردن جنگ و پیشروی طالب ها را و خشونت طالب ها را و تا از اوضاعی که در مناطقی که طالب ها را کنترل میکنن از حقوق بشر و از آزادی ها و از زندگی 18 میلیون افغان، اینا احساس ناراحتی کردن و محکوم کردن پیشروی ها و جنگ و خواستن که دیگه طالب ها از راه خشونت و زور نباید پیش بره. یعنی جامعه جهانی در آینده اگر حکومت نظام به نام طالب هم به زور بیاید، رابطه سیاسی شاید با او نداشته باشند، محکومش کنن، منزوی بسازنش. یعنی عکس العمل و اعلامیه امروز نهادهای دیپلماتیک کابلی رو نشان میده، ولی واقعیت است که طالب ها با جهان بازی میکنن، با همکاری سیاست های مزورانه و منافقانه که پاکستان داره در عقب از اینا میدان سیاست و گرم نگاه کرده، فکر میکنن که جهان بازی میتن به خاطر از اینکه ما از راه مذاکره و گفتمان میخوایم مشکل افغانستان حل شود. ولی قسمی که بر شما گفتم، طالب هیچ اعتقاد بر مذاکره و صلح نداره و هیچ آژندا نداره. در تمام هیئت طالب ها شما یک شخصیت ملی اکادمیک و ملی را نمیبینین، شخصیت علمی را نمیبینین که توانمندی بیان واقعیت ها را داشته باشه و گفتمان را داشته باشه، مذاکره و مفاهمه را داشته باشه، یک مصاحبه قوی داشته باشه. در تمام هیئت طالب ها، در تمام رهبریت طالب ها، رهبریتی که پنهان است مانند ملا عمر، ملا حبت الله را کسی ندیده و سال یک بار یا دو بار یک اعلامیه میتن به نامش که صلح شوه و جنگ شوه و هیچ نوع خاصیت نداره. رهبریت شورای کویتیشان معلوم نیست، از شورای پشاورشان معلوم نیست. کسایی که در میدان آمدن در میز مذاکره هستند، اینا رهبرای دست دو هستند که به حساب چیرهایشان معلوم شده، ولی آیس های رهبریت اصلی طالب ها را در پیش خود داره و تمام جنگ و صلح و تمام برنامه ها به دست پاکستان و آیس های است و طالب هایی است که در خدمت از اونا هستند. این رهبریتی که در دوهنش هستن، اینا نه صلاحیت تصمیم گیری دارن و نه بیس مردمی دارن. به هر صورت دولت افغانستان مشکلاتش این است که آقای غنی و حکومت فعلی افغانستان هم هیچ اعتقاد برای مشارکت سیاسی، برای تقسیم قدرت، برای آوردن یک نظام و حکومت بسیار قوی در افغانستان نداشتن، نداره. دمی لحظه هم که یک بر سیام خاکای افغانستان از پیششان رفتن، معاصری اقتصادی شدن. در این حالت هم شما ببینید وزارت ها به شکل سرپرست داره میشه، اجماع سیاسی وجود نداره. یک هیئت را لست کشیدن که 11 نفر سیاسیون میره. در لحظه دقیقه آخر دیدین که آقای کرزی به میدان هوایی آمد به شکل سمبولی و به حساب حمایت خود از دکتر عبدالله و هیئت اظهار کرد، ولی گفت مرا یا نماندن یا خودم نمیرم. یعنی یک نوع ژست بسیار منفی بود که در میدان آقای کرزی کرد که همین هیئت پیش از اینکه بره به طالب ها و به جهان نشان داد که هیئت بی صلاحیت است، ما به خاطر نمیرم که هیئت کدام دستاوردم نداره و مرم نگذاشتن. آقای حکمتیارم نرفت، آقای صلاح الدین ربانی هم نرفت. و این نشان دهنده سیاست افغانستان است خانم منصوری. وقتی که یک نفر آقای رئیس جمهور و رئیس والی دایکندی مقرر میکنه، یک جنرال چهار ستاره را، یک شخصیت بسیار کلان نظامی و سیاسی و ملی را به نام آقای جنرال مرادعلی مراد، او در میدان هوایی در تیاره هنوز پایان نشده، تیاریش در آسمان است که او را دوباره از امر مقرری شد و حساب لغو میکنن، میگن با کابل بیا که آقای محقق قار شده که چرا والی دایکندی را تو مقرر کردی. وقتی سیاسیون ما منافع ملی افغانستان با منافع حزبی و منافع قومی و منافع فامیلی خود مثل آقای محقق قربان میکنه، این حکومت، این نظام و این سیاسیون سمبولش آقای محقق و اینمی برخورد و والی جدید تقراری که در آسمان برگشت. بله با این حالت که جریان داره، فکر میکنین که
مردم افغانستان با چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ مردم افغانستان گروگان هستند، هم از طرف طالب ها گروگان هستند که پاکستان حمایتشان میکنه. با پاکستان در جنگ افغانستان است. آقای غنی گفت 10,000 پاکستانی را برای ما روان کردی که ما را بکشن. واقعیت هم هست. نباید دیگه باز رابطه خود با عمران خان ادامه میداد، صحبت میکرد، مذاکره میکرد. متاسفانه ما در جنگ اعلان ناشده با پاکستان قرار داریم. در عین زمان سیاسی ما به خاطر خودخواهی و انحصارگرایی ها و به خاطر منافع خود افغانستان و ملت ما را گروگان گرفتن در کابل. اینا هم هیچ فکری برای مردم افغانستان ندارن، هیچ طرحی ندارن. خودخواهی های از اینا افغانستان را برباد میکنن. آقای محقق میگه امی طالب ها می دایکندی را طالب بگیره و آقای مرادعلی مراد و آقای دانش و سرور دانش اینا به حساب نماینده های خود روان نکنن. تحلیل از اوضاع افغانستان و موقعیت سیاسی رهبران سیاسی افغانستان اینا می برخورد است، یا آقای کرزی بازی میکنه با اینا یا آقای دیگر شخصیت ها بازی میکنه. متاسفانه اختلافات سیاسی رهبران سیاسی در کابل و گروگانگیری های قدرت از اینا که در یک جمهوریت سه نفره همه چیز گروگان گرفته شده، افغانستان به سوی بربادی و تباهی پیش میبره. طالب هم اگر قدرت سیاسی افغانستان بگیره فرزندان وطن نیست. طالب هیچ برنامه و آجنده بر افغانستان نداره. همین مناطق را که میال بانو منصوری طالب اداره میکنه وزیر حاکمیتشان است، هیچ نوع خدمات ارزه نمیکنن، ظرفیت ارزی خدمات ندارن. اونا نه انجینیر دارن، نه دکتر دارن، نه کارشناس دارن. در سطح رهبری طالب ها شما یک دکتر به من نشان بدین، یک انجینیر نشان بدین، یک کارشناس مسائل سیاسی را نشان بدین، روابط بین الملل نشان بدین، یک سخنگوی را که بتونه همه مسائل مطرح کنه نشان بدین. هیچ طالب هیچ ظرفیت اداره حکومت نداره، متاسفانه در گذشته نداشت. اینا کسانی هستند که پاکستان میخواهد توسط حکومت طالبی در افغانستان افغانستان به زمان قرون وسطا ببرد، یعنی انتقام خود بگیره. مثل که گفت ما انتقام به حساب هندستان در افغانستان میگیریم و سرمایه گذاری های هند در افغانستان از بین بردیم. جنگ رقابتی هند و پاکستان، جنگ رقابتی قطری ها با سعودی ها در افغانستان، مسئله ایران، کشمکشاش با امریکا و روسیه. افغانستان به کشور سوریه مبدل شده، به مگدیشو مبدل شده، به سومالیا و سودان مبدل شده و هر کسی در این ملیشه های خود دارن. متاسفانه این جنگ خاتمه پیدا نمیکنه. اگر طالبا هم سیطره‌شان بر کل افغانستان حاکم شود، کشورهای منطقه اینا را آرام نمیمانند و این جنگ ادامه پیدا میکنه. و متاسفانه گروه های جنگی، چی دولت چی طرف مقابل، برای جنگ آمادگی دارن تا برای صلح. و متاسفانه نه کابل برای صلح یک برنامه دارن، نه طالب برای صلح برنامه دارن. اینا فکرشان حفظ قدرت است یا گرفتن قدرت است. تشکر از شما آقای ناصری که در این مورد با ما صحبت کردین. موفق باشید.